سلام خدمت عزیزان، یک برنامه دیگه از سه‌شنبه های روانشناسی رو در خدمتتون هستیم. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و آماده این هستید که شبی بسیار دلپذیر رو در کنار خانواده یا در خلوت خودتون به سر کنید. مهمان امروز ما خانم دکتر افراز هستن، روانشناس و تحلیلگر، روانشناس سلامت، تحلیلگر TA. از چند هفته پیش با ایشون برنامه‌هایی رو شروع کردیم در مورد توضیح مفهوم پیش نوشت و امروز ادامه این مبحث رو در خدمت سلام عرض می‌کنم. شیرین جان، امیدوارم که خوب و خوش باشی. من این هدفون هم نمیدونم وصل شده یا وصل نشده، ممکنه که صحبت سلام. خب نه وصل نشده، پس اجازه بدید چون بدون این اذیت میشیم، من کار دیگری بکنم. شما صحبت بفرمایید، من الان وصل میشم. سلام به همین عزیزان، من وسط صحبت شما ریکوست دادم. امیدوارم که همه خوب باشن و بتونیم امروز هم یه بحث خوب بریم جلو. من که خودم خیلی مشتاقم دیدن شما. خوبی هست شنبه ها دیدن شما؟ بله بله، برای منم لذت بخش تجدید دیدار. شیرین جون چه حال خبر، اوضاع احوال؟ تولد برزو مبارک باشه. مرسی. آره واقعا چرا ما اینقدر تو روز تولدمون شاد میشیم؟ این نظر تو چرا، علتش چیه؟ حالا جالبه، به نظر من خب همه که شاد نمیشن، یه سری ها خیلی غمگین میشن. به نظر من اون احساسی که ما نسبت به بودن خودمون و به بودن اطرافیانمون داریم در روز تولد خودشو نشون میده. اگه نسبت به بودن خودمون احساس خوبی داشته باشیم، روز تولدمون خوشحالیم، چون یادآور به وجود اومدنمونه که با پدیده‌ای به نام زندگی مواجه میشیم. و اگر که بودن خودمون رو دوست نداشته باشیم، ما خب تجربه غم داریم. یه دلیل دیگه هم که بعضی‌ها احساس غم می‌کنن که هر یک سالی که می‌گذره انگار ما یه پله نزدیکتر میشیم به مرگ دیگه. یه واقعیت دیگه ای که توی زندگی وجود داره مرگه، که ما ترجیح هممونه که تا میشه بهش ازش بگذریم و بهش فکر نکنیم در واقع. بله، خب انشالله که همیشه روزای شاد کنار همدیگه باشیم و جشن بگیریم. مرگ هم چیزی دلپذیریه، بی خودی ما چون نمیشناسیمش و نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ضمن اینکه با غریزه دوست داریم که زندگی کنیم ازش میترسیم طبیعتا به غریزه، ولی شاید چیز خیلی دلپذیری باشه، باید صبر کرد و دید. صادق هدایت که خیلی دوستش داشت و در ستایشش متن‌های یک داستانی نوشته به نام مرگ و در ستایش مرگ. سهراب سپهری هم میگه که و بدانیم اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت. تولد برزو رو تبریک میگم مجددن. برگردیم سراغ بحث پیشنوشت. امروز چه مطلبی رو میخواین ادامه بدین برای عزیزان؟ اول که چند تا از عزیزان یه سری سوال کرده بودن، من بعدم نمیاد که اگه بشه یه اشاره کوتاهی راجع به پیشنوش بکنم. یکی از دوستان که همین الانم من مسیجشون رو دیدم نوشته بودن که اگه 60 سال از سنت گذشته باشه و فکر بفهمی که پیشنویس بعضش خرابه چی کار میتونی بکنی؟ من به خودشون هم جواب دادم، اینجا هم میگم که خیلی کارم. واقعیت اینه که ما تا زنده ایم یه کلمه کار میتونیم بکنیم، اون برشون رو نمیدونیم بعد از مرگ چه اتفاقی میافته، ولی قطعا تا زمانی که زنده هستیم فرصت اینو داریم که خیلی چیزای جدید برای خودمون بسازیم. من دوست داشتم اینو به اون دوستمون اعلام بکنم اینجا هم که بالا رفتن سن خیلی موهبت ها هم میتونه با خودش داشته باشه و این دیگه به ما اختیار انتخاب ماست که از آگاهی هامون استفاده بکنیم برای ساختن یا برای غصه خوردن. این در واقع اون انتخابیه که ما میتونیم داشته باشیم.
اما امروز من بیشتر از هر چیزی، حالا چند تا دیگه از دوستان یه سری پیام داده بودن و سوالایی کرده بودن، سعی میکنیم تو همین جلسات به سوالاتشون پاسخ داده بشه. یه سریاش تو لایو قبلی صحبت شده، پیشنهاد میدم اگه ندیدن قبلی ها رو ببینن و امیدوارم که اون جواب سوال هایی که در واقع به آینده مربوطه توی جلسات، حالا این جلسه و جلسات آتی، بتونیم راجبشون صحبت بکنیم. خب نظر امروز من دوست داشتم میخوام راجع به مبحثی به نام همزیستی صحبت بکنم و اگر که فرصت بشه راجع به پیام های پنهان که در واقع پیشزمینه برای بازی ها صحبت بکنم. ولی اول میخوام راجع به همزیستی خورده توضیح بدم که ببینید وقتی که ما فارغ از ما میخوایم الان برگردیم ببینیم پیشنوشت ما رو، پیشنویس ما رو چه چیزهایی داره تشکیل میده، اون چه عناصری تشکیل دهنده این پیشنویس هستن و چه جوری میبرن جلو. در طول زندگی ما اولی که دنیا میایم در واقع یه فقط تنها کودک داریم، یعنی انگار که ما انگار تنها اون حالت ایگوی کودک رو داریم و طول میکشه تا بتونیم، مثلا چند ماهی طول میکشه تا والد ما شروع کنه شکل کردن خودش رو نشون دادن و بعد هم آرشیو والدمون رو تکمیل کنیم. توی این در این حین که ما داریم بزرگ میشیم و این لایه های وجود ما داره شکل میگیره، ما یاد میگیریم همون گام های اولیه ما یه مقوله رو به نام همزیستی یاد میگیریم که ما میفهمیم یک مادری وجود داره که قرار نیازهای من رو، بخشهایی از نیازهای من رو برآورده میکنه، به جای من فکر میکنه، به جای من به من واسه غذا خوردن من یک راهکاری پیدا میکنه، به جای من میفهمه که باید من الان نیاز به خواب دارم، نیاز دارم که تعویض بشم، نیازهای من رو تشخیص میده. خیلی وقتا وقتی که این مراحل با سرعت رشدی بشر همخوانی ندارن، بعضی وقتا ما تمایلمون به این سیستم همزیستی میمونه، یعنی انگار که من بشم همون کودک توی یک بچهی بمونم و یه نفر دیگه جایگاه والد و بالغ برای من داشته باشه، او برای من تصمیم بگیره، اون خرج منو بده، اون زندگی من رو تأمین بکنه و به من اجازه بده که کار بکنم یا نکنم، کجا زندگی بکنم، کجا برم بیرون یا نرم. این رو ما، این نگاه همزیستی رو، این مدل رو ما میتونیم در دوره هایی که در واقع در سیستم های زناشویی قدیمی و سنتی خیلی خیلی زیاد نگاه ببینیمش، انگار که یک کودکی وجود داره و خیلی وقت به صورت سنتی معمولا این نقش رو زن میگیره که یه موجودیه که فقط باید بگه بله چشم، و یک مرد سنتی که تعیین تکلیف میکنه. حالا خب حالا به اشاره به سنت کردیم، در اون دوران ها واقعا تفاوت های سنی هم جوری بود که، یعنی مثلا برفرض مثلا 25 ساله با 9 ساله ازدواج میکرد، من مثلا دوماد پهلوان پایتخت حسین حسن رزاز وقتی که اومد دخترش رو گرفت 25 سالش بود، دختر 9 سالش گرفت، یعنی 16 سال اختلاف سنی. یا مثلا داریم که 60 ساله و 9 ساله ازدواج میکنن، نمیدونم اینا بالاخره مواردی هستش که خواه نخواه اون نقش کودک به والد رو تعیین میکنه. توی سطح میگم در جایگاه سنتی انگار که این اتفاق میافتاد و تأمین کننده بود، یعنی ما خیلی از ازدواج هایی که با همین اختلاف سنی ها هستن هم میبینیم همین جایگاه توش میمونه و حفظ میشه. اما یه اتفاقی که میافته اینه که در چه چیزی این ازدواج ها رو خیلی وقتا نگه میداشت به گونه ای که اون زنها احساس نمیکردن که مثلا دارن آسیب میبینن. توی دنیای امروز این رو دیگه همه حداقل به زبون میدونن، ممکنه در عمل کرد تغییر کرده همون مدل زندگی بکنن، ولی همه اینو میدونن که مثلا این خوب نیست. زن و مرد، ما راجع به برابری حقوق زن و مرد صحبت میکنیم، خب یا مثلا اینو میدونیم که دیگه جامعه مدرن پذیرای این نیست که پدر تعیین بکنه که بچه چی کار کنه، یه پدر سالاری وجود داشته باشه که بخواد تعیین تکلیف بکنه برای همه.
اتفاقی که میافته چرا در گذشته این شکلی نبود و مردم احساس رضایت، بعضن احساس رضایت بیشتری داشتن از اون سبک زندگی؟ یکی از این دلایل اینه که توی همین فضای کودک هم ما نیازهایی رو داریم و برای نیازهامون و در واقع بر عواطفمون نیازمند اینیم که یک هوشمندی وجود داشته باشه که بتونه نیازهای ما رو برآورده بکنه. معمولا اتفاقی که در ازدواج‌های سنتی قدیمی، ازدواج‌های موفقشون می‌افتاد این بود که درسته که مرد غالب می‌شد و با جایگاه والد و بالغ خودش وارد یک رابطه‌ای می‌شد و زن می‌شد یک کودکی که از پایین نگاه می‌کرد، اما در سیستم خانواده توی خونه سلطان خونه میشد زن، انگار والد و بالغی که باید نیازهای فیزیولوژیک رو برآورده میکرد، سکس رو تامین میکرد، تغذیه رو تامین میکرد، زن میشد، غذا درست میکرد، این میشد زن. و اینجوری در واقع یک همزیستی شکل میگرفت بین این افراد که اینا با هم دیگه میموندن و خیلی هم احساس نارضایتی شد. اندرونی بیرونی تکلیفش مشخص بود، یعنی بله. حالا اتفاقی که میافته اینه که ما خیلی وقتها خودمون تمایل داریم که وارد همزیستی بشیم، یعنی یه نفر دیگه باشه که به جای ما فکر کنه، به جای ما تصمیم بگیره، رفتار بکنه، وابسته به سیستم هایی که توش بزرگ شدیم. اما انگار الان دیگه نمیتونیم این تحمل اینو داشته باشیم که حالا یه آدمی هم پول منو بده هم برای من تعیین تکلیف کنه، بهتر فقط پولمو بده. این میشه که خیلی جاها ما چیزی که مشاهده میکنیم در خیلی از زوجها یا انتظاراتی که الان وجود داره اینه که میگن همه چیز برابر باشه، ولی با پای مثلا رستوران رفتن که پیش میادش که یعنی چی؟ یعنی من دست تو جیبم بکنم؟ مگه میشه؟ انتظاره انگار توی بخش سطحی همون مونده که این آدم از لحاظ مالی همچنان همون جایگاه بالا به پایین رو داشته باشه، ولی حق نداره برای من تعیین تکلیف بکنه که کجا برم. حق نداره برای من مثال تعیین اینجا یادم اومد، اگر که اجازه بدی بگم. این آره حتما. یه مراجعه داشتم که خیلی به قول روانکاوی شخصیت جذب کننده دهانی داشت. این با یک متشخصی بود، بس خودش دکتر بود، با یه آقای دکتر دیگری رفیق شده بود و ما هم دیگه خب رابطه خوبی داشتن، هر دو یه دونه ازدواج کرده بودن، جدا شده بودن، همه چیز میزون بود. این به هم زد. چرا به هم زدی؟ گفت سمینار بود، میخواستیم با هم دیگه بریم، بعد به من گفتش که عزیزم اینقدر پول بلیت میشه، مثلا اینا مثلا واریز میکنی، خودت میگیری، من بگیرم. بعد خیلی با یه حالاتی اصلا به من برخورد دکتر، مردی که برگشته من میگه که پول بلیتت خودت بده فلان اینا. گفتم خب مثلا تو دکترین دیگه. نه اصلا یعنی چی مثلا؟ من مگه؟ به هم زد. بعد چند وقت بعد یه آقای جامعه دران که دلم مثلا روز سوم ازش خواستگاری کرده بود که زن من بشه، که عزیز من کسی که اینجوری آتیشش تنده، بعد دو تا زن دیگر هم طلاق داده بود، یعنی جدا شده بود. نه دیگه این دیگه این خیلی منو میخواد اینا، این من نمیذارم دست تو جیبم بکنم، نمیذارم. حالا با هم یه عروسی کردن، مرده اینو بیچاره کرده. این تو مطب این خانوم هر کسی که میره باید پاسخ بده که چی به چیه، کی به کیه، چه جوریه، زل نمیتونه نفس بکشه. هر کسی زنگ میزنه، بیمارش زنگ میزنه، پزشک بیمارش زنگ میزنه، دعواست، داده بیداده. اینو متوجه نمیشن که مردی که اینجوری نگاه میکنه، تمام و کمال اینجوری نگاه میکنه و میخواد تو رو ببره تو همون قالب سنتی که خانم خونه شو تو خونه، از در بیرون نباید بره. پولتو میدم، لباستو میدم، مشدم میبرمت، مشتی رقیم میشی دیگه، اگر که وضعمونم خوب باشه یه حجم میبرمت، حاجی خانم هم میشی بشین تو خونه دیگه، بچه ها تو بزرگ کن، پولرم مرده میده.
اینو من توی برنامه لایو خودم هم گفتم، گفتم که رضا قاسمی توی همنوایی شبانه ارکستر چوب ها میگه که وضعیت زن مدرن ایرانی مثل وضعیت اتومبیل میمونه، کالسکه ایست که اتومبیل شده، ولی تفاوت کالسکه و اتومبیل اینست که ابتدا موتورش عوض شد، بعد شکل و ظاهرش عوض شد، شد خود رو اول رو همون کالسکهه یه دونه موتور بستن، هرچی ماشین قدیمی رو نگاه میکنی بیشتر اونجوری هم، بعد آروم آروم. زن ایرانی نه، اول شکل و ظاهرش عوض شده، هنوز داره اسب کش میره جلو، به خاطر همین شطور مرغیه، بهش میگن بار ببر، میگه من مرغم، بهش میگن بپر، میگه من شطورم. بله بفهمیم. و اتفاقا این داستان به نظر من حالا یه داستان دو سویه و دو طرف است دیگه. در واقع انگار که مردها هم نیاز دارن که هنوز یه دونه گربه کوچولو داشته باشن تو خونه، نه یه همسر. در این حال خیلی از مردها با اینکه دوست دارن که زن توانمندی داشته باشن، به دنبال اینن که تحصیل کرده باشه، به دنبال اینن که امتیازات ویژه‌ای داشته باشه و رزومه کاری قوی داشته باشن، ولی انتظار دارن تو خونه اون زن خیلی هم حرف شنو و قرمه سبزی خوبی بار بذاره. قرمه سبزی بار بذاره و تو خونه کمک نمی کنن. حالا اینا هم نباشه، یکی از چیزایی که باز من مراجعه هم گفته بود، میگم دکتر من آدم مدرنیم، برام اصلا نمیگم غذا درست، خودم میام ظرف میشورم، خودم میام غذا درست میکنم، اینم از سر کار میاد، خسته است جارو میکنم. ولی دیگه دکتر کامش و نوازش رو که ما باشیم مثل جای سکس، اینو که دیگه من میگم که نباید بگه نه، که اینو که دیگه گفتم خب اینو که دیگه اون همیشه باید بگه آره، این هم جز اون پکیج سنتیه که ایشون همیشه باید بگه آره. زن مدرن خیلی وقتا نمیگه آره، اتفاق باید دین فردی به جوشه، نه اینکه تو نیاز تو باید ببری اونجا دمه مثلا چشمه ایشون واسه شما پاراف بکنه، پشی برگردی بری خونه. دقیقا همینطوره. یعنی این اصطلاحی که بکنم بین فرد، جوشش بین فردی، شاید در واقع این رو بخوایم تمثیل بکنیم برای پایداری عشق، نیازمنده یعنی که افراد هر دو طرف جوشش درونی داشته باشن. و یک من همیشه میگم این حالات ایگو، آدم باید مثل سیال توش روون باشه، بتونه کودک بشه، بتونه بالغ بشه، بتونه والد بشه، این رفت و آمد داشته باشه توش، نه اینکه صلب و خشک فقط این لحظه رو نگاه کنه یا فقط در دوران کودکیش و احساسات و هیجاناتش بمونه یا در قواعد و اصولش بمونه. این یک هنره در واقع به نظر من، همونجور که عاشقی کردن، زندگی کردن، اینا همشون چیزایی هستند که هنرن و نیازمند یافتن مهارتشن. ما متاسفانه این مهارت رو یاد نمیگیریم. حالا کاری که در واقع تیه کرده اینه که این رو به یک زبان ساده اومده توصیفش کرده تا ما بفهمیم در روزمره ارتباطات ما چه میگذره. همزیستی یکی از اون بخشایی که وقتی ما وارد تعامل با محیط اطرافمون میشیم احتمال داره که گریبان ما رو بگیره. اما دیگه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته که ما توی نگاه تحلیل تعاملی بهش میگن ارتباطات درد سرساز. این ارتباطات درد سرساز به نظر من خیلی مبحث جالبی هن، برای اینکه شاید یه پله قبل از بازی ها هستن و در واقع شاید شروع بازی ها از اینجا اتفاق میفته بین فرد. ما وقتی که دو نفر آدم رو داریم، یه والد و بالغ و کودک، هر دوتاشون دارن یک پیشنویسی هم هر دوتای اینا دارن و این دو نفر، دو تا آدم با دو تا پیشنویس متفاوت میان در کنار همدیگه قرار میگیرن و شروع میکنن تعامل کردن. حالا این تعاملات به صورت ریاضی اگر بخوایم بررسیش بکنیم، ما 81 نوع تعامل میتونیم داشته باشیم که از این 81 نوع تعامل بهش میگن، 9 تا از این تعاملات رو بهشون میگن تعاملات موازی. یعنی چی؟ یعنی والد به والد، کودک به کودک، والد به والد جواب میده، یعنی فرد از والد شروع میکنه صحبت کردن، از والد طرف مقابل شروع میکنه پاسخ گرفتن. مثلا همین محاوراتی که خیلی وقت تو تاکسی اتفاق، آقا این مردم هیچی، همینه، لیاقتشون همینه، بله آقا سال 57 که فلان، هر دو دارن راجع به یک سری صحبت هایی میکنن که مال این زمان و این مکان نیست. و
و این گفتگو ادامه داره، یک گفتگوی موازی دنباله داره که هیچ وقت تموم نمیشه. خب یا مثل معاشرت دو تا بچه که با همدیگه بازی میکنن، اینا کودک به کودک این ارتباط برقراره و این همینطور ادامه پیدا میکنه. بعضی وقتا هم مثلا میتونه رابطه در حد رابطه موازی میتونه بالا بالا هم باشه، مثل روابط کاری. اما یه نوعی از این روابط موازی هستن که خیلی وقتا ما بیشتر مواجه میشیم باشون و بخشی میشن از پیشنویسمون و ماندگار میشن، این که ما دائما یاد میگیریم با همه آدم ها از حالت کودکمون وارد رابطه بشیم. مثل من نمیدونم والا، نه شما به نظر من کودک مطلق نیستی، شما با زیرکی انتخاب میکنی. من تجربه من اینه در خیلی از مواقع اینه، تو موقعیت پیشنویسی کم دیدم تو. اتفاقی که میفته اینه که با کودک وارد رابطه میشه و والد طرف مقابل و مورد خطاب قرار میده. میدونی یه موقع از کودک به کودک میخواد بازی بکنه، ای این چه خوشگله، اینجوری وارد رابطه میشه. یا اینکه مثلا شما تازه اومدین اینجا، اینطوری محاوره رو باز میکنه و یک محاوره موازی شکل میگیره. اما توی سطح این مدلی که من دارم شما شخصا زمانیه که فرد با کودکش شروع میکنه وارد مکالمه شدن و از طرف مقابل والد درخواست میکنه، خب که یه نفری بیاد بابای من باشه، یه نفری مامان من باشه، یکی برای من تعیین تکلیف بکنه، تو به من بگو این کفشه خوبه، اینی که دارم میگیرم. و از 50 نفر متفاوت این سوال رو ممکنه که بپرسه و با همه این مراوده در داره. انگار که یه همچین مراوده میشه جزئی از پیشنویس زندگی این آدم. حالا کسی که دائما در چنین محاوراتی به سر میبره، یعنی با یه همچین پیشنویسی وارد رابطه میشه، انتظار اینو داره که دیگران براش تعیین و تکلیف کنن. این آدم استعداد همزیستی توش زیاده. یعنی چی؟ میاد قلاب میشه به یک آدم والد مسلک، هر بلایی سرش میاره ولی این نمیره. یعنی اینو تو کیسای زوج درمانی حتما شما زیاد دیدین. خب زن یا مردی که دیگه هر کاری بوده رو کرده، یعنی هر نوع آزار که دست به زن داشته، خیانت کرده، چه میدونم الکلی بوده، همه این کارا رو کرده، اما این زن همچنان میمونه تو این رابطه. خب یا بالعکسش مرد همچنان میمونه تو این رابطه. توی همچین این ارتباطات اینجوری جزء ارتباطات درد سرساز میشن. این رابطه موازی رابطه دنباله داریه که فرد تا زمانی که تغییر حالت نده، این ایگوش رو عوض نکنه، یاد نگیره که بالغ باشه، یاد نگیره که نیازهاشو به گونه دیگه ای مطرح بکنه، این رابطه ادامه داره، این الگو ثابت میمونه، از شخصی به شخص دیگه انتقال پیدا میکنه. یه دسته دیگه از روابط هستن که ما بهشون میگیم روابط متقاطع. یعنی چی؟ یعنی روابطی هن که حالت ایگویی که مورد خطاب قرار گرفته با پاسخ دهنده نیست. یعنی مثلا شما برمیگردید به من میگید که ساعت چنده، من میگم باید جواب بدم. انتظار وقتی که شما از من میپرسید ساعت چنده، اینی که من بگم ساعت رو بگم. ولی وقتی من با یه همچه حالتی جواب میدم، انگار که دارم از یک حالت والد پاسخ میدم، باید تو جواب بدم. خب و این شما رو شوکه میکنه. اگر نگاه بکنیم احتمالاً یک عالمه رابطه یادمون میاد که شوکه شدیم توش، فرد یه واکنشی رو نشون داده که من همچنین آجواج موندم که چرا. این روابط درد سرساز که 72 تا مدل دارن، تو اینا 5 تا مدلش توی تکست های تی ای به عنوان رابطه درد سرساز شناخته میشه، اما یه مدل هم هست که من همیشه توی کلاسام اضافه میگم مشاهده منه در جامعه‌ای که داریم توش زندگی می‌کنیم. خب یکی از این روابط، از این مدل رابطه ها اینه که افرادی هستن که دائم با هم دیگه در حال کل کلن، تو پاشو برو بیار، تو این کارو بکن. این اون مدلیه که من میگم توی ایران مشاهده کن. یه جور جنسی از لجبازی داره. یعنی ما دوت با انگار که وقتی که میشینن حرف میزنن دو نفر آدم، ما احساس نمیکنیم که با دوتا بزرگ سال سر و کار داریم. دوتا بچه‌ای هن که دارن لجبازی میکنن.
یکی دیگه از این مواردی که انگار هر دو طرف میخوان که والدشون رو حکم فرما بکنن بر اون رابطه و بر اساس قواعد و قوانین خودشون رابطه رو ببرن جلو. یعنی چی کار میکنن؟ شروع میکنن به گفتن نه من به تو گفتم این کارو بکن، میگه منم به تو گفتم این کارو بکن. یعنی واکنش جنس مجادله میشه و این رو هم باز ما خیلی زیاد میتونیم مشاهده. اما نکته جالب چارتای بقیه هست که در کمال تعجب ما رد پای حضور بالغ رو توشون میبینیم. ما این همه هی داریم داد میزنیم میگیم آه رفتار بالغانه، انسان بالغ، 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 هی داریم میگیم، در حالی که وقتی که دقت بکنیم و اگر نابجا ما از همین حالت بالغمون استفاده بکنیم میبینیم که چهار مدل رابطه درد سرسازی رو خواهیم داشت که بسیار زیاد اتفاق. یکی از این مدل‌های رابطه درد سرساز که خیلی باز شایعه رابطه ایه که یک دختر جوانی یا یک پسر جوانی که همیشه از کنترل پدر یا مادرش شاکی بوده پامشه میاد کلاس شیرین افراز، چهار جلسه تی ای میگذرونه، میفهمه باید بالغ باشیم و دیگران حق ندارن ما رو کنترل بکنن، یه خورده از اینا یاد میگیره. میره خونه، باباش بهش میگه که کجا بودی؟ تالا کجا بودی؟ این برمیگرده میگه من الان باید به شما توضیح بدم من فکر، یا اینکه برمیگرده میگه که من فکر نمی کنم پدر جان در این سن من باید به شما توضیح بدم. شپلق میخوره تو گوشش. آها دقیقا. یا باباش میگه چی زبون در آوردی، شپلق میزنه تو گوشش. به این رابطه میگن رابطه گستاخی، یعنی در جایی فرد بالغ نشون میده که اصلا جاش نیست، انتظارش. یه مورد دیگری شما میتونم بگم اینی که توی یک رابطه عاشقانه ای شخص مثلا کودک میشه، وقتی که خب یه کسی میگه که ناراحتم، ناراحت شدم، نمیدونم، درست داره از موزه کودک برخورد و انتظار نوازش بالغانه بزرگ والدانه رو داره، یا انتظار نوازش کودک به کودک رو داره، طرف میگه که در موردش با همدیگه صحبت میکنیم و بعد دلایل خودش رو توضیح میده که من اگر که اونجا مثلا این کارو کردم این دلایل رو داشتم، در صورتی که اونجا یه قربونت برم عزیزم، ببخشید، فدات بشم، این ماجرا تمومه. این حالا هی میخواد که احساس و هیجان بده، نوازش بگیره، طرف مقابلا با منطق چیز میکنه. فکر کنم این هم یکی دیگه از اون مثل. بله دقیقا همینطوره. اسم این رابطه ای که شما میگید تشدیده، یعنی فرد با یه حال بدی نیازمنده اینه که کر بشه، یه نفر مهربونی بکنه باهاش، یه خورده قربون صدقش بره، بعد شروع میکنه با بالغ رفتار کرد. اینم حالا یه مدل دیگه اش که من همیشه رو هم مثال میزنم اینه که میان تازه کلاس بیه بالغ یاد میگیرن، اینا دوستشون زنگ میزنه شروع میکنه گریه کردن، ناله و اینا که اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، بابام این کارو کرد، یا دوست پسرم این کارو کرد، شروع میکنه این رفتارو کردن. ولی من میگم عزیزم من نمیتونم به تو کمک میکنم، فکر میکنم بهتر از مشاور کمک بگیری، وا میره طرف. یا همین مدلی که شما میگی، اون میادش میخواد بره مثلا یه بغل عاشقانه از پارتنرش بگیره و اون شروع میکنه توضیح دادن، خب ببین عزیزم دلیل این که من نخواستم این سرویس رو بدم ایناست، و این حال بد رو تشدید میکنه. پس استفاده نابجا از باله در پاسخ خانم قفاری شمیم زندگی داری گوش میکنین، اینا رو طبقه بندیاشو قشنگ بنویسین و بعد پست کنید، چون میدونم یکی از بینندگان ما خیلی خیلی آدم علاقه‌مند و بسیار بسیار دوست داشتنی. فکر کنم زحمت کشیده بودن. اینا رو الان مثلا بازی نگفتین، یه اصطلاح دیگه، روابط درد سرساز رو انواعش رو بنویسید. یه چیزی هم که من خودم برام سوال شد قبل از اینکه ادامه بدین، چون ایشون هم احتمال داره که بنویسه، گفتیم که 81 نوع رابطه است، ولی سه تا والد بالغ کودک و سه تا والد بالغ کودک ترکیبش 81 نمیشه. چرا دیگه؟ ترکیبش دقیقا میشه 81. سه بتوانه 9 تاش موازی، 72 تا متقاطعه. یعنی مثلا والد این طرف با کودک اون طرف، خب حالا شمرده شده دیگه، چون به نظر من میاد که یکی هر کدوم از این دایره ها میتونن سه تا برقرار کنن، سه تا میشه 9 تا. خب
سه سه تا میشه 9 تا 9 تا 9 تا دیگه. چرا 9 تا 9 تا؟ هر کدوم اینا یه والد میتونه 3 تا والد بده، اونا از 3 حالت مختلف پاسخ بدن. اوکی بله بله، 9 مدل میتونه بیاد، 9 مدل پاسخ بده. درست بله. که 9 تاش رابطه موازی محسوب میشن، بقیه‌اش رابطه متقاطع هستن. 72 تا رابطه متقاطع است. حالا یه رابطه دیگه هم داریم که روش حرف می‌زنیم که اون خیلی بیشتر توی محاورات ما استفاده میشه. اما داشتم میگفتم پس استفاده نابجا از حالت باله بدون اینکه وقتی من در نظر نگیرم طرف مقابلم تو چه موقعیتیه، اصلا گوش بالغ وجود داره، حالش حالی هست که بتونم من باهاش این محاوره رو داشته باشم، انتظار چنین رفتاری رو از من داره یا نه، اگر من حواسم به این داستان نباشه اتفاقی که میفته اینه که این رابطه تبدیل میشه به یک رابطه دردسرساز. حالا یه مدل دیگه ای هم که در واقع توی ارتباطات ما قابل مشاهده است، زمانیه که ما به صورت نابجا محرک بالغ میفرستیم. یعنی من میام یک رفتار بالغانه ای رو با یه نفری که به هیچ عنوان فضای بالغ رو در فضای بالغ نیست میام شروع. مثل اینه که من شروع میکنم حرف زدن، داریم حرف میزنیم و توی یک نقطه از محاوره برمیگردم. مثلا این خیلی این اتفاق من اینو مشاهده کردم بین مثلا مادران افسرده با بچه هاشون، خیلی این اتفاق براشون میفته که برمیگردم میگم که میگه مثلا متوجه منظورم نمیشی، من اصلا همینم مونده تو به من بگی نفهم تو، بابا گفتم متوجه نمیشی. اون شروع میکنه گفتن این که یعنی یک قصه ای رو تعریف میکنه، یک زاری رو میکنه، یه صحرای کربلا میزنه که تو به من گفتی نفهم، بابا من به تو گفتم متوجه حرف من نشدی. خب یا خیلی وقتا تو خیلی از محاورات خیلی معمول ما، نه الزامن مثلا افراد افسرده، ممکنه که این اتفاق بیفته. یعنی فرد میاد به جای اینکه با بخش بالغ ارتباط برقرار، در حالی که بالغش مورد خطاب قرار داده شده با اون پاسخ بده، شروع میکنه با کودک واکنش نشون دادن. برعکس این هم اتفاق میفته که میادش به جای اینکه با بالغ جواب بده با والد انجام بهش میگی متوجه منظورم نشدی، میگه همینم هم مونده تو به من بگی نفهم من متوجه نشدم، و شروع میکنه یک والدی رو نشون دادن. در صورتی که اصلا بحث فهمیدن نفهمیدن، فهم آدم فهمیده بودن یا آدم نفهم بودن نیست، راجع به یک موضوع خاص. وقتی فرق توی بالا، وقتی پس ما در نظر نگیریم که طرف مقابل، اینها انتقال و ضد انتقال هستن توی حالا در واقع ترانسفر میکنه دیگه، فرق میاد پاسخ رو به جای اینکه از بالغ خودش بده میاد از کودکش بده. توی یه همچین فضایی، یعنی این من رو همیشه تاکید میکنم، این روابط دردسرساز به ما یک خبری رو میده که اینکه آقا بالغ بودن کافی نیست، باید بلد باشی از تمام حالات نفسانی خودت، از همه این حالات ایگو استفاده کنی و نیازمند اطلاعاتیم، و اینکه من چه حالی دارم و من بالغم هم کافی نیست برای برنده بودن در یک رابطه. ما نیازمند اینیم که بدونیم طرف مقابلمون هم توی چه حالتی قرار داره و او رو هم ببینیم. خیلی وقتها کسانی که با این مفهوم آشنا میشن فکر میکنن این به این معناست که طرف مقابل رو شروع کنن به تحلیل کردن یا ترغیبش کنن بیا برو مشاوره تو هم درست شی. در واقع این مبحث به جای اینکه به ما نشون بده دست به تغییر دیگران بزنیم، به ما میگه که آقا گوش تو باز کن، همه بالغ نیستن، همه قرار نیست تغییر بکنن و همه قرار نیستش که با الگوهای ما زندگی بکنن. برای داشتن رابطه موفق با هر آدمی ما نیازمند دیدن و شنیدن اون هستیم، همونطور که باید خودمون رو ببینیم و بشنویم، نیازمند اینیم که دیگران رو هم ببینیم و بشنویم. این مبحث به نظر من جزء مباحث طلایی تیه این روابط درد سرساز که نشون میده این توهم بالغ بودن که خیلی وقتا در افرادی که تازه وارد هستن به مفاهیم تحلیل تعاملی خیلی باب میشه و کلی راجع به بالغ بودن و اینا صحبت میکنن، با بالغ بودن کافی نیست، ما اول باید دیدن رو یاد بگیریم و شنیدن رو یاد بگیریم تا بتونیم
به جا و به موقع از این حالت هامون استفاده بکنیم. حالا اگر که نکته ای هست شما بفرمایید که بعد من فقط متوجه شدم که توی روابط دردسر ساز وقتی که روابط با همدیگه تداخل میکنن شوک میشه طرف مقابل. چهار تا در مورد بالغ گفتیم، یکیش بود گستاخی، یکیش بود تشدید، دو تای دیگه‌اش انتقال بود. من فکر کنم سه تاشو گفتیم. انتقال زده انتقال. خب یعنی الان در گفتی در بالغ طرف در انتقال طرف یه حرفی رو میزنه، طرف مقابل شروع میکنه به صدا از کودک پاسخ میده. یعنی برمیگردیم که ساعت چنده، منظورت اینه که دیر کردم، وای ببخشید من شرمنده ام، من میگم ساعت چنده. درست. من برمیگردم که ساعت چنده، من اینقدر یه بردم مثلا بخوای ساعتم به من مثلا گوش زد کنی مثلا. دقیقا. یعنی میاد توی ترانسفر، توی انتقال میاد از کودک پاسخ میده، توی ضد انتقال میره از والد پاسخ میده. خیلی هم عالی. در صورتی مورد خطاب حالت باشه. اینجا یکی از دوستان پرسیدن بفرمایید. یکی از دوستان پرسیدن که این فقط بین روابط زن و شوهره یا بین خواهر و برادرم هست، که فکر کنم پاسخش داد. نه نه، بین همه هست. اصلا ببین حرف ما اینه که ما وقتی یک الگوی رابطه‌ای رو داریم، الگو ثابت میمونه، آدماش تغییر میکنن. من اون الگو رو با همسرم هم دارم، با خواهرم هم ممکنه داشته باشم، با یکی از مثلا و این مفهوم پیش نوشته. پس ببینید ما امروز در بحثمون از اینجا شروع کردیم که این همزیستی توافق بین والد و کودک، برای اینی که از کودکی هم اینجوری بوده، از کودکی هم این بوده که شما خداوند، من بنده، تو مادر، تو پدر، من ناچیز کودک، قدم هم نمیرسه به لب تاقچه، تو بعد به هم شکلات بدی، خودم هم نمیتونم برم دستشویی، تو بعد منو ببری بشوری، باشه من حرف تو رو گوش میکنم، تو هم به من بستنی بده، خوراکی بده، ببریم پارک، غذا بهم بده. در گفتیم که در زندگی های زناشویی قبلی این موضوع بوده، در زندگی های زناشویی جدید که یه مقدار ما در فرهنگ انتقال، در مرحله انتقال فرهنگی قرار داریم، هنوز نمیدونیم که چندیم، از یه طرف مرد مدرنیم، از یه طرف تا زنمون با یکی خود شوخی میکنه و میخنده رگ گردن رو میزنه اینقدر بالا و مثلا بهش میگیم بشین سر جد. ارزم بزرگ شما که. و بعد گفتیم که در روابط بالغ هم حتی، یعنی این روابط متقابل فقط در مورد کودک و والد نیست، در مورد روابط بالغ هم هست و اینها بهش میگن روابط درد سرساز. حالا بعدش میخوایم بریم سراغ چیزی که ما اصطلاحا به عنوان بازی ها میشناسیم یا پیش فرض ها میشناسیم. پیش زمینه بازی ها در واقع دونستن راجع به روابط زاویه داره یا روابط دو سطحی که تبدیل میشن به بازی های روانی. خب یعنی اینا ممکنه که در واقع یه رابطه باشن، میاد و میره، قطع بشه. خب اگر ادامه پیدا کنن همه این روابط هم میتونن تبدیل بشن به بازی های روانی. اما گام مهمترین نکته ای که توی بازی های روانی وجود داره اینه که من دوست دارم راجع مفهومش امروز صحبت کنیم تا دفعه بعد بیشتر راجع بازی حرف بزنیم. در واقع مفهوم پیام پنهان هستش که ما سلاممون سلام نیست و هر انگار که یک لایه اجتماعی داره حرف ما، یک لایه روانشناختی داره. خب یعنی مثلا من برمیگردم میگم سلام، این سلام 50 تا معنی زیرش داره، وابسته به این که یک، آنچه که فرد گیرنده این پیام از من میدونه و سبقهی که با من داشته، و دو، آنچه که در سبقه زندگی خودش بوده. یعنی الزاماً حتی گیرنده پیام ممکنه پیام پنهان من رو درستم نگیره، بر اساس دریافت‌های قبلی خودش بگیره. این میشه که خیلی وقتا ما می‌بینیم توی خیلی از ارتباطات تدیده به اون سوء تفاهم شکل می‌گیره. یعنی میگه که این منو مسخره کرد، اون من مسخرهت نکردم، چجوری مسخره؟ چرا در نگاه اون آدم، در چارچوب قضاوت و داوری اون آدم یک رفتاری مسخره کردن محسوب میشه، در چارچوب قضاوت و داوری دیگری
چنین چیزی نیست. خب یا یه حرفی ممکنه زده بشه که به نظر یه نفر حرف بدی باشه، به نظر یه نفر حرف خیلی معمولی باشه، خیلی حرف عجیب و غریبی نباشه. پس اتفاقی که میفته این پیام پنهان در واقع محرک اولیه بازی هاست. بازی بدون پیام پنهان معنا پیدا نمی‌کنه. حالا ما پر از نگاه کنید فرهنگ ایرانی اساساً فرهنگ پیام پنهانه. ما چقدر صنایع ادبی داریم؟ خب صنعت ایهام داریم، صنعت کنایه داریم، استعاره داریم، مراعات نظیر داریم. همه اینا چی رو دارن میگن؟ دو پهلویی بودن رو دارن میگن. یعنی اینی که تو از ذهنت داری در میاد اونی نیست که منظورته. اصلا در تاریخ ادب فارسی ما چیزی داریم به نام ظرافت و آدم‌هایی رو داشتیم به نام ظریف و بعد میگفتن نه محمد جوادشون نه، مثلا میگفتن ظریفی را، مثلا یکی در کلیات عبید زاکانی، برای که خودم مطایبه کرده باشین، در کلیات عبید زاکانی اومده که میگن که به پادشاه گفتن ظریفی در شهر هست که چهرهش بسیار شبیه شماست. بعد شاه گفتش که بیاریم ببینمش. وقتی آوردنش گفتش که مادرت را میشناختم، عورتی مسکین بود و در خانه اشراف مشاته میکرد. ظریف میگه، ظریف گفت مادر من عورتی بسیار مستور بود و هیچ از خانه به در نشد، اما پدرم در خانه اشراف آبکشی میکرد و در کاخ سلطان رفت آمد داشت. این یعنی با هم دیگه فوش دادن، ظرافت کردن. ظاهرش رو نگاه میکنی هیچکی به هیچکی هیچی نگفته، همه چی سر جاشه، ولی فوش خار و مادر به هم دیگه دادن. خار و مادر به هم دادن. آره دیگه، یعنی ببین اتفاقی که دقیقا میفته همینه. یعنی در پیام پنهان اینه و ما فرهنگمون پر این داستانه. یعنی ما دائما عدم شفافیت داریم و کنایه داریم. این باعث میشه که مثلا ما خیلی چیزایی رو که من یه دوستی داشتیم، این همسرش انگلیسی بود و از دوستای پدرم بود، من مامانم عمل کرده بود، بعد این زنگ زده بود حالا شو پرسه مامانم عمل نه چیزی نیست، پشه لگدمون کرد، گوشه که گذاشته بود گفته که پشه نیشش زده، من چرا باید بهش زنگ زدم؟ خب یعنی واقعیت اون چرا؟ چون وقتی که فرد با زبان غریبه است اون کنایه پشتش رو نمیتونه بگیره دیگه. ولی ما پر این کنایه هاییم و به طبع وقتی که پر از کنایه باشیم اتفاقی که میفته پر از بازی روانی میشه. حالا تعارف بزرگتر. من سریعا به دوستای خارجی میگم میدونی راجع به این عادت ایرانی ها میدونی؟ به پرشن ها ایرانی ها اینا تعارف بعضیشون میدونن، میگن آره میدونم، I hate this taro، بخور از این سوپ، نه نمیخورم، نه بخور یه خوده، نمیخورم، نه حتما بخور اینا. بعضیشون هم فکر میکنن دفعه سومه، یعنی فکر میکنن تا سه دفعه، نه تعارف تا 6 دفعه هم ثوابه که بکنی. مثلا تعارف اصلا یعنی چی؟ یعنی که حرفمون نمیتونیم بزنیم، یعنی مطمئن نیستیم. اینی که میگه آقا، میگن طرف رفت خونه مشهدیه داشت کتلت میخورد، دید غافلگیر شده، گفتش که کتلت یه شب مونده میخوری؟ گفت آره. گفت برو فردا شب بیا. یعنی ما نمیدونیم که اینو که تعارفمون میکنن واقعا طرف داره راست میگه، داره دروغ میگه، به قول فرهنگ if he means it or not. بنابراین بله، ما فرهنگمون خیلی از این جهت جا داره. مثلا همین توی چیز هم که نگاه میکنیم، مثلا توی سیاست هم که نگاه میکنیم، مثلا یه سخنرانی میکنن یه مقامی، بعد هر کسی از این سخنرانی هر چیزی که دلش میخواد برداشت میکنه و همه هم میگن دیدین این جمله رو گفت، دیدین اون جمله رو گفت، مثلا دلار گرون میشه یا دلار، هر کسی به نفع خودش برش میداره. بخاطر اینکه صراحت رو ما نداریم. بله، ما صراحت رو نداریم و این عدم شفافیت توی همه جا، تو همه بخش های زندگی ما میاد به صورت فرهنگی و سیستماتیک خودش رو نشون میده. خیلی جاها برای ما رنج هم تولید میکنه، ولی انگار که ما ترجیحمون بر اینه که همچنان با این عدم شفافیت بریم جلو تا اینکه هزینه بدیم برای شفاف سازیش. در نهایت اتفاقی که میافته اینه که وقتی ما پیام پنهان میدیم، یعنی در
بازی روانی اتفاقی که میفته اینه که فرد به جای اینکه به پیام اجتماعی پاسخ بده به پیام پنهان پاسخ میده و شروع میکنه اون ریاکشنی رو نشون میده که اون پیام پنهان از حالتی در واقع پاسخ میده که پیام پنهان مورد خطابش قرار داده، نه اون حالتی که در واقع توی سطح اجتماعی مورد خطاب قرار گرفته. به خاطر ما خیلی وقتا میبینیم که مثلا زوجین میان یا خواهر و برادرها، خیلی تو خواهر برادرها هم هستش چون به خاطر سیبلینگ رایولی اون حسادت خواهر برادری این بازی ها خیلی اونجا شکل میگیره، تو انواع مختلف روابط طرف میومد چیزی نگفتم که یه نفر آروم نشسته اون یکی رو میبینی رو عین اسفند رو آتیشه داره بالبال میزنه، من اینجور آقا معنی یه چیزی گفته که این جزدش در اومده دیگه، به یه جایی زده، یک پیام پنهانی رو زده که این آدم داره آتیش میگیره و این احساس ناخوشایند رو داره تجربه میکنه، اما میگه من یه چیزی نگفتم، من که کاری نکردم. نه اینجا باز دوباره بر اساس صحبت شما بعضی وقتا ممکنه واقعا هیچی نگفته باشه و کاملا شنونده و برداشت شخصیش آشفته بشه، ولی در عموم موارد دیده شده که چیزی هم گفته. آره دیگه، یه خورده شیشه ای هم بوده دیگه اونجا، برنامه ریزی هم شده واسه اینکه دقیقا به این نقطه برسه. خب مهم که در سطح خودآگاه خیلی وقتاش واقعا ناخودآگاهه. بعد اتفاقی که میفته اینه که در طول زندگی از اونجایی که ما پیش‌نویس‌های مشخصی رو داریم هر کدوممون، معمولا این توی ارتباطاتمون این چرخ‌دنده های پیش‌نویسامون با هم دیگه ارتباط برقرار می‌کنن، یعنی توی تعاملات جدیدمون هم توی موقعیتی قرار می‌گیریم که دوباره الگوی پنهان رو تکرار بکنیم. این نیستش که ما میریم در الزاماً ما نمیریم دقیقاً یک آدمی رو مثل آدم گذشته پیدا بکنیم، ما خیلی وقتها آدم‌های متفاوت رو تبدیل می‌کنیم به آدم‌های مشابه با نوع رفتاری که می‌کنیم، با نوع تعاملاتی که داریم و درخواستی که از اون آدم‌ها داریم برای اون تعاملات. خیلی این اتفاق متاسفانه زیاد میفته و ما مشاهدهش میکنیم. حالا برای درک بازی روانی شاید بهتر باشه که اول همه ماها روی این فوکوس بکنیم که من چقدر پیام‌هام رو اصلا شفاف، چقدر بلدم شفاف حرف بزنم، چون شفاف حرف زدن خودش هنره. اینکه مثلا من برگردم اگه من خوشم نمیاد یه نفر یه مهمونی غریبه رو بیاره خونم، اینکه من برگردم با تعاملات و فرهنگی که من دارم مثلا برگردم به یه آدمی که باهاش رو در پیش دارم بگم نه من اصلا خوشم نمیاد از این دوستت، خب احتمالاً رابطه منو منهدم میکنه. بعد این میشه که خیلی از افرادی که جدید وارد مثلا فضای روان درمانی میشن یا حالا با کلاسای تی ای و امثال هر نوع سیستم روان درمانی آشنا میشن، میگن مردم ظرفیت شفافیت ندارن. آخه این شفافیت مهمه که چجوری باشه. بله. من چجوری میخوام بگم که نه لطفاً یه آدم غریبه رو تو خونه من نیار، اینو من چجوری میتونم بگمش که به طرفم با توجه به تاریخچه‌ای که رابطه ما داره تعاملاتمون به هم دیگه به هم نخوره و بتونیم اینا رو تنظیمش بکنیم. همه اینا هنرن به نظر بله. من پیرو همین صحبتی که شما فرمودین، یه سوالی که یکی از دوستان پرسیده که جوابشم مشخصه، اینه که پس کسایی که صراحت دارن بازی ندارن، یعنی کسایی که صراحت دارن بازی روانی ندارن. اول از همه صراحت خودش میتونه یه بازی روانی باشه، ولی دقیقاً که چهار تا مثال زدیم بل. از رابطه های درست بل. بنابراین مشکل همینه دیگه، مشکل اینیست که ماها خیلی قوره نشده مویز میشیم، یعنی مثلا اگر که طرف یه دونه مثلا چه میدونم مدرک مربیگری داره از مثلا باشگاه مثلا حسن قلی در شیراز، مثلا احساس میکنه که بروسلی مثلا تو ورزش های ورزش، طرف اگه یه دونه کار داره. یه ایمیلی برای من اومد از یکی از بند خدایی من نمیدونم از کجا، ولی اینو اجازه بده شیرین جان من بخونم، این خیلی خیلی جالبه. ببینید این تازه طرف زیرش امضا کرده فوق لیسانس روانشناسی بالینی، ولی یه خود بحث متفرق میشه. یکی از عزیزان پرسید که میشه بحث رو ادامه بدیم برای اینی که چیز بشه، برای اینی که
این بحث جذابه. نه نمیتونیم بیشتر از یک ساعت بریم، ولی خانم دکتر خدا رو شکر اینقدر مهربونن و محبت دارن به بنده که پذیرفتن جلسات متعدد اینقدر بیان تا دیگه شماها خسته بشید از یاد بگیرید، از بازیه روانیتون خسته بشید. ببینید ایشون گفته که 11 سال است که خودشناسی، متافیزیک، یوگا، انرژی درمانی، فرادرمانی رو شروع کردم، دوره های مختلفی رفتم، در پایان نامه مدت 3 ماه روی بیماری سرطانی کار کردم. خب 3 ماه مثلا چون درسته یوگا، مدیتیشن، ریلکسیشن، انرژی، مثبت اندیشی، EFT، ایموشن کود، هوانانا پودونو کار کردم. 3 سال در مؤسسه انرژی درمانی کردم، مدرک بین‌المللی سیلوا، یوگای خنده، یوگا مدیریت ذهن، آرزوها، فرزند پروری، تربیت فرزند، کودکان، روانشناسی، ارتباط، CFT، EFT، انیگرام، آیورویدا، ماساژ، مراقبه، فرزند پروری، چاکرا، ضمیر ناخودآگاه، مدیریت اهداف، نقش احساسات، خلق آرزوها، تعالی نظام باورها. شیرین جان اینی که خوندم رسیدم به وسطش. خب فوق لیسانس روانشناسی با این شغل مربی عرفان خودشناسی، تخصص یوگا، یوگای خنده، NLP، EFT، TA، ایموشن کود، تتا هیلینگ، پرانیک، مستر انرژی، عرفان خودشناسی، آیورویدا، اینیگرام، هوانانا پونو، ماساژ، سیلوا، چاکرا، چاکرا درمانی، ضمیر ناخودآگاه، روی کار روی بیماران خاص و مدیتیشن و 3 نقطه. این خیلی 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 بیانگر خوبی از نوع نگاه فرهنگی ما ایرانی ها به مسائل. یکی از اینها رو یک نفر از خود شما تو تی ای استادی چند سال کار کردی روش؟ من از سال فکر کنم 81 دارم تی ای 19 ساله داری مطالعه میکنی، سمینار میری، استاد بین المللی میبینی، استاد بین المللی دعوت میکنی ایران، باشه میگی متخصص تی ای 19 سال کار کردی، طرف یه کلاس میره فرداش خودش درس میده. بله. اینه. بنابراین یادمون باشه تمام این برنامه هایی که ما سه شنبه ها میذاریم یا دوستان دیگه در کشور برنامه های لایوی رو میذارن که میگن گناهش زیر سر منه چون من اولین بار شروع کردم توی ایام کرونا، ارزم بزرگ شما که بنا نیستش که به قول خانم دکتر در جلسه اول یه تیغی دستمون پیدا کنیم حالا بریم شروع کنیم بقیه رو بکنیم که تو اینجات ایراد داره، تو اونجات ایراد داره، تو این برچسب بهت میخوره، تو این بازی رو داری میکنی. بناست که خودمونو بشناسیم. و بعد باز هم دارم عرض میکنم به عنوان هم نظریه روانشناسی هم به عنوان تجربه شخصی، شما خودت رو نمیتونی بشناسی به تنهایی، به خاطر اینکه انقدر مشکل دیدن زوایای تیره وجود که رو تو ازش بر میگردونی، احتیاج به کمک داری، احتیاج به روانشناس داری. هنره. من چیزی که میخوام بگم، ببین مثلا سلف مونیتورینگ، عشق ورزیدن، رابطه برقرار کردن، این هنره. ما کدوم هنر رو بدون تمرین، بدون استاد میتونیم یاد بگیریم که اینها رو بتونیم یاد بگیریم؟ ما نیازمند اینیم که تربیت بشیم، متواضعانه بشینیم در جایگاه یادگیری برای هر چیزی که میخوایم یادش بگیریم. و متاسفانه ما فکر میکنیم که نیازی نیستش که خودمون دیگه یه کتاب خودشناسی خودکاوی میخونیم و دیگه حل، دیگه یه دونه کتاب مثلا شفای کودک درون میخونیم و دیگه ته دانش تیه شدیم، خودمون رو درمان شده فرض میکنیم، در حالی که واقعا اینجوری نیست. متاسفانه خیلی وقتا اطلاعاتی که افراد به دست میارن تبدیل میشه، همونجور که شما میفرمایید، تبدیل میشه به یک چاقویی که بیشتر دیگران رو خنج میندازه و بعد تأثیری جز تنها شدن نداره. اتفاقی که میفته اینه که حالا یا میگن از ما رفتیم، اتفاقا اینکه مثلا رفتیم فایده ای نداشت، یا تبدیل میشه به اینکه نه میدونی من بعد از اینکه روانشناسی یاد گرفتم فهمیدم خیلی دنیا جای بدیه، آدما دوست داشتنی نیستن و امثال اینا، چیزهایی که در واقع به جای اینکه به ما کمک کنه که ما ارتباط بهتری رو با دنیای اطرافمون داشته باشیم، دائما دچار این میشیم که ارتباطمون بدتر و ضعیف‌تر بشه. حالا من امیدوارم که تو این جلسات ما بتونیم یه بخشی از این شفافیت رو ایجاد کنیم و این
انگیزه رو برای افراد ایجاد بکنیم که خودشون رو بیشتر بخوان نگاه من بکنن. یادمه تو این ایام خیلی نوجوانی کتاب های دیل کارنگی رو میخوندم دیل کارنگی رو میخوندم این جمله رو نمیدونم از کی نقل قول کرده بود، ولی جمله تو ذهنم بود که خواندن یک مقدار فلسفه تو را بیدین میکند، اما درک عمیق فلسفه تو را به اصطلاح خداشناس میکند. اینو من میخوام به نوعی استفاده کنم برای روانشناسی. خواندن مقداری روانشناسی شما رو فقط آشفته تر میکنه، اما ممارست در کارش و پیگیری کردنش. بعضی میگن ما 6 جلسه رفتیم پیش روانشناس خوب نشدیم، 6 ماه رفتیم خوب نشدیم. من خب تعریف خوب و بد چیه؟ همینه که تو داری میری پیش روانشناس خودش یعنی خوب، یعنی تو آدم خوبتری شدی که داری میری پیش روانشناس. چرا؟ چون که برات مهمه که خودتو بشناسی و رشد بکنی. همینه که باید بدونیم که تو روانشناسی درمان ترانسپرسونال ما میگیم که هم رشد تا لحظه مرگ، هم درمان تا لحظه مرگ. چون که هر لحظه آدم ممکنه یه گیر جدید رشدی باهاش روبرو بشه که بخواد مجددا متوقف بشه، بخواد دیگه وایسه، بگه دیگه اینجا تهشه، از اینجا بالاتر نمیره. و این مذهب علم خودش بدترین درده، چون که خیلی ها دیگه وقتی علم پیدا میکنن فکر میکنن یه علم تهشه، دیگه علم تهشه. بعضی ها فکر میکنن که روانکاوی تهشه، بعضی ها فکر میکنن که مثلا فلان کتاب تهشه، توضیح المسائل تهشه. هیچ چیزی تهش نیست، ته نداره، تهش گشودگیه. آره گشودگی. شیرین جان ما 2 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی. من فکر کنم که اون بازی ها رو میذاریم برای جلسه بعد. در تیکه آخری که گفتیم پیام های پنهان که پیش زمینه بازی ها هست، یعنی ما یه وقتا بازی ها رو داریم با حرف های مشخص و صریح انجام میدیم که کلمه هم نشون میده که کودک، کلمه هم نشون میده بالغ، کلمه هم نشون میده والده، ولی در پیام پنهان کلمه‌مون بالغه، لحنش یا نوع گفتنش کودک یا والده، یا کلمه‌مون والده، پیامای پنهانی. و بعد حالا برای جمع‌بندی این جلسه هرچی که هست بفرمایید تا همه. یعنی من فکر میکنم تا اینجا جای خوبی داریم قطعش میکنیم که ما آشنا بشیم با یک مفهوم به نام پیام های پنهان. شاید خوب باشه تو این مدت اگر دوستانی که پیگیر این جلسات هستن به این ماجرا نگاه کنن که چقدر خودشون پیام پنهان میدن، چقدر قابلیت اینو دارن که پیام هاشون رو شفاف میکنن و چرا بلد نیستن پیام شفاف بدن. مثلا خیلی وقتا افراد بهشون میگیم به دوستت خب چرا نمیگی، چرا بهش نگفتی که از این رفتار ناراحت شدی، میگه آخه ناراحت میشه. میگم خب تو که الان ناراحت شدی و با این ناراحتیت اون رابطه به خطر افتاده، چه اتفاقی میفته در درون من که استراب میگیرم خیلی وقتها به جای اینکه بیام واضح و روشن حرفمو بزنم، یک احساس استراب رو تجربه میکنم. فکر میکنم تو همینجا رو داشته باشیم و دکتر جان 28 مردادم یادآوری کنیم. امروز 28 مرداده؟ خب بله. شما... ما در مرداد 2 روز مهم بودم با هم. بله ولی اتفاقات جهانی هم که خیلی تند داره پیش میره، ایشالله که به نفع مردم ایران باشه هرچی اتفاقی، چه در زمینه کیهانی، چه در زمینه زمینی، چه در زمینه انسانی میفته. شیرین جان گفتن کتاب معرفی کنید. ببینید بهترین کتابی که در حال حاضر به نظر من وجود داره کتابی که خیلی هم معروفه به نام تحلیل رفتار متقابل، ترجمه شده. تحلیل رفتار متقابلی که مال اریک برن بوده؟ نه، یه تحلیل رفتار متقابلی هستش که در واقع اسم اصلیش تی ای توده، نوشته ون جونز و یانوس روارتر و ترجمه دکتر دادگستره. اون کتاب کتاب بهتریه نسبت به سایر کتابهایی که در تی ای ترجمه شدن. یکی دوتا دیگه کتاب هم هست، کتاب بعد از سلام چه میگویید، اونم کتاب خوبیه به نسبت. ولی واقعیت اینه که نظر من مثلا کتاب بازی ها کتاب قشنگیه ولی قدیمیه و واقعیت اینه که متن فارسیش خیلی بده، ترجمه خوبی نیست. آره ترجمه بدی داره.
خدا رحمت کنه آیه دکتر اسماعیل فصیح، بسیار کتاب‌های زیادی رو ترجمه کردم و کتاب‌های خوبی رو ترجمه کردم. در وضعیت آخرم کتاب خوبی بود. بله. مثلا خیلی از دوستان کتاب وضعیت آخر رو مثلا خیلی بهش اشاره میکنن به عنوان منبعیتی، کتاب وضعیت آخر منبعیتی دیگه محسوب نمیشه به خاطر اینکه با یه سری از بنیانهای فلسفی تیه مخالف هستش. کتابی که با تیه امروز هنوز به درد میخوره کتاب تیه توده ترجمه دکتر دادگستره، به نظر من بهترین کتاب هایی که فعلا موجوده. کتاب های دیگه هم هست که بعدا حالا دیگه چون فکر کنم دوباره قطع ممنون قربان شما.